التأشيرة للسفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالبي. United Nations Ambassador Hamid Abu Talabi. Au cœur de la polémique, Hamid Abu Taleb. The US refused to grant a visa to Hamid Abu Talabi. ممنوعیت ورود ابو طالبی به آمریکا، شکست بزرگ رژیم در صحنه بین المللی. دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران که گمان می‌کرد با نمایش‌های آخوند روحانی و به دنبال زهر اتمی می‌تواند طرد و تحریم و انزوای بین المللی خود را بشکند و موضوع حقوق بشر و تروریسم را هم به نحوی لاپوشانی کند، در ماجرای معرفی دیپلمات تروریستی که در ترور محمد حسین نقدی نماینده شهید شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا نیز دست داشت با شکست بزرگی در صحنه بین المللی روبرو شد که پیامدهای فراتر از خود این مسئله برایش در بر دارد. خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی در کشورهای مختلف جهان به دنبال اعلام رسمی موضع کاخ سفید توسط جی کارنی سخنگوی اوباما این خبر را به عنوان بحرانی در روابط رژیم با آمریکا و همچنین با سازمان ملل در شمار خبرهای مهم بین المللی منعکس کردند، به خصوص که پیش از آن در آمریکا بر سر این موضوع سنا و کنگره به تصویب قانون مبادرت کردند و پیش از آن نیز ده ها سناتور ارشد ایالات متحده و همچنین ادرویس رئیس کمیته خارجی کنگره در بیانیه‌های مختلف بر لزوم ممانعت از ورود ابو طالبی به آمریکا تأکید کرده بودند و سازمان ملل نیز واکنش‌هایی نشان داد که موضع‌گیری و خشم رژیم آخوندی را برانگیخت. در فرانسه تلویزیون فرانس 24 در گزارش‌های متعددی اظهارات سخنگوی کاخ سفید و پیامدهای ممنوعیت ورود ابو طالبی را به عنوان بحرانی جدید در رابطه بین رژیم و آمریکا، آن هم در بحبوحه مذاکرات اتمی، مورد بررسی قرار داد. تلویزیون جهانی بی بی سی ضمن گزارش موضع‌گیری سخنگوی کاخ سفید گفت کاخ سفید تایید کرد که آمریکا به فردی که توسط حکومت تهران به عنوان سفیر بعدی این کشور در سازمان ملل کاندیدا شده است ویزا نخواهد داد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت ما در سطوح مختلف با رژیم ایران ارتباط برقرار کرده و برای این رژیم روشن ساخته ایم که این انتخاب مناسب نیست و ما ویزا به ابو طالبی نخواهیم داد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین المللی واکنش رژیم آخوندی را بسیار زبونانه ارزیابی کردند. رویتر از دبی گزارش داد روز شنبه رژیم ایران تصمیم ایالات متحده برای منع دادن ویزا به سفیر جدید این رژیم برای سازمان ملل متحد را رد کرد و گفت که این پرونده را مستقیماً به ملل متحد خواهد فرستاد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد رژیم ایران در مذاکرات اتمی گفت ما ابو طالبی را تعویض نمی کنیم و موضوع دادن ویزا را با مکانیزم های قانونی با ملل متحد در میان می‌گذاریم. رویتر با نقل موضع ذلت‌بار ابو طالبی اضافه کرد او مدعی است که تنها به عنوان مترجم در خدمت شبه نظامیان گروگانگیر بوده است. گزارش تلویزیون فاکس نیوز درباره نقش ابو طالبی در ترور نقدی، دهم آوریل 2014. A diplomat who has been accused of involvement in hostage taking is now accused of political assassination. Documents emerging that show Iran's choice for the new ambassador to the United Nations here in New York allegedly played a role in the killing of an Iranian dissident in Italy. He is on the right in that photograph you see on our screen. In the meantime, we're just getting word that the House will take up the measure barring him from entering.
United States for taking part in the 1979 hostage crisis at the U.S. Embassy in Tehran. Eric Shawn is live in our New York City newsroom with more on this story. Eric? Hello, Greg. Well, there are new concerns today about the man who Iran wants to send to our country as its new United Nations ambassador, now being accused of helping organize a political assassination of an Iranian dissident back in 1993. But he was never charged. Iranian opposition leaders, citing Italian and German police reports and court records, say Ambassador Hamid Abouzaleb helped organize the assassination of this man, 42-year-old Mohammad Hossein Naghdi. Naghdi, there seen on the right, is a former Iranian government official who switched sides by leading the Iranian opposition in Italy decades ago. Naghdi was shot to death in Rome by gunmen on a motorbike as he was being driven to work at the National Council of Resistance of Iran. In a 2003 interview with Italian police, they say an Iranian defector who used to work for Iranian intelligence was quoted as claiming that Ambassador Abouzaleb directed the operation. Quote, what do the Iranians have to say about this, Eric? Well, the Iranian government completely rejects this claim. In a statement to Fox News, the spokesman for the Iranian UN mission told us, quote, the story is another nasty and calculated attempt by MEK, that's the Council of Resistance, using all media as their bugle. Television Fox News, در گزارش دیگری گفت, علیرضا جعفرزاده از دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن دی سی، یعنی جنبشی که نقدی عضو آن بود، به فاکس نیوز گفت حمید ابوطالبی قطعا نه تنها در ترور سیاسی نقدی دست داشته، بلکه در واقع طراح آن بوده است و این بسیار شگفت‌آور است که ایالات متحده اجازه بدهد کسی که در ترور درگیر بوده به این کشور بیاید و نماینده رژیم ایران در سازمان ملل باشد.